بینندگان عزیز سلام، به برنامه اسرار کائنات خوش آمدید. امروز برنامه چهارم است که درباره مقاله 16 کتاب اسرار کائنات بخش دو صحبت بکنم و انشالله دیگه امروز این موضوع رو میذاریمش کنار. اگر سوژه به خصوصی دارید که از هفته دیگه میخواید درباره صحبت بکنیم به من ایمیل بزنید. اوکی؟ به طور خلاصه در دو سه هفته قبل ما نقش دین رو در دنیا در فکر بشر براتون توضیح دادم که از کجا اومد و تاریخچش چی بود. تاریخچش این بود که از حضرت ابراهیم شروع کرد و دین رو برای این درست کرد که مردم بتونن از قوانینی مراعات بکنن، قوانین رو مراعات بکنن که چون شروع کرده بودن تازه به صورت قبیله با هم دیگه زندگی بکنن که بتونن با هم دیگه با صلح و صفا زندگی کنن، همش نذارن هم دیگه رو بکشن و این و اون. و برای خاطر اینکه مردم رو به ترسونه اومد یه خدای یکتا رو آفرید و گفت که این خدا تو آسمونه و این کریئتور همه، یعنی این کریئتور یعنی آفریدگار همه دنیا اینکلودینگ بشر هست و اگر فرمونهاش گوش نکنید پدرتون رو در میاره. ببینید چقدر این زور و قوه داره. و خلاصه دین از اونجا شروع شد و در عرض این 4200-300 سالی که ابراهیم اینو اختراع کرد تا به حال در زندگی بشر دین و خدا یک اثر خیلی مهمی گذاشته و میشه گفت که واقعاً که مهمترین پدیده ایست که در زندگی بشر به وجود آمده. یه چیزی هم بهتون بگم، وقتی که میگم پدیده، این یک چیزیست که اون از چیزهاییست که بشر خودش درست کرده که به این میگن یه پدیده، نه پدیده هایی که به صورت طبیعی به وجود میان. اوکی؟ اونا رو نمیدونم به فارسیش بهشون میگن، ولی تا اونجا که من میدونم پدیده، ولی در علم قوانینی از علم هستن که اینا بعضی از پدیده‌ها، بعضی از اتفاقات، بعضی از چیزهایی که ما ببینیم اینها کنترل میکنن. و هفته پیش یه خورده درباره اینی که کائنات چیه از نقطه نظر علم الان دارم صحبت میکنم و هیچ کاری به کار دین ندارم، هیچ کاری به کار این ندارم که خدا چی رو آفرید، خدا چی رو نیافرید. الان میخوام من برای شما بگم که علم چجوری نشون ما میده که این کائنات به وجود آمد. خیلی داستان خیلی ساده، لاجیکال و به عقل نشینه، درست برعکس اون چیزهایی که این کتب مذهبی میگن که خدا گفت بذار خورشید باشه و خورشید اومد و گفت آدم باشه و آدم اومد. هیچی از این حرفا نیست تو علم. در سال 1936-37 بود که یک ستاره شناس آمریکایی به اسم ادوین هابل، این برای اولین بار کهکشان‌ها رو کشف کرد و بعد از 12 سال اطلاعات که به دست آورد ثابت کرد که در آسمان خیلی ابرهایی هستند که این ابرها اصلا از کهکشان ما دورن، نزدیکترش 3.5 میلیون سال نوری با ما فاصله داره، در صورتی که طول کهکشان راه شیری فقط 100 هزاره. کهکشان بعدیش که اندرومدا هست 2.5 میلیون سال با ما
فاصله داره. البته از اونجا به بعدم تا 6-7 میلیارد سال که اینا میتونستن ببینن در اون موقع با تلسکوپا و اینایی که داشتن، از اینجا تا اون موقع مقدار زیادی کهکشان‌های مختلف آقای ادوین هابل کشف کرد. یک کار دیگه هم این کرد این بود که یه دستگاهی داشت به اسمش میگفتن سپکتروگراف. این دستگاه نوری که از این کهکشان ها میمد تو این دستگاه اینو نشون میداد که این نوره چه رنگی داره، آیا به طرف قرمزه یا به طرف زرد. نور سفید، نوری که ما الان اینجا داریم میبینیم، این شامل نور قرمز و آبی و سبز و همه رنگ های مختلف اینا وقتی قاطی میشن سفید میشن. نور قرمز از یه طرفشه، این بند، به این به بند میگن، نور قرمز یه طرفشه، نور آبی یه طرف دیگه است. ادوین هابل وقتی عکس گرفت از این کهکشان‌ها و توی این سپکتروگراف گذاشت، دید که سپکترومتر گذاشت، دید که همه اینها داره به طرف قرمز داره میره، همه این نورا به طرف قرمز دارن میرن بیشتر، و این نشون میداد که این کهکشان ها دارن از ما دور میشن. و یکی دیگه اینه که اگه اندازه بگیریم ببینیم که چقدر اینا از بند دور دارن میشن، کلوفتی این بند چقدره، ما میتونیم بگیم که نظرت میخوام با چه سرعتی از ما اینا دارن دور میشن. و رفت و یک گرافی درست کرد به اسم هابل که این نشون داد که اگه سرعت اینها رو با فاصله شون توی یه پلات بذارید، این به صورت یه خطه، و یه ضربی در آورد به اسم ضریب هابل. بنابراین شما وقتی که یه کهکشان رو اندازه میگرفتید و میدیدید که چقدر به طرف قرمز رفته، اینو ضرب در ضریب هابل میکردید، سرعتش رو پیدا میکردید که اینا همه دارن از ما دور میشن. البته وقتی که دوران فضا، معذرت میخوام، دوران فضا شروع شد، نادر جان یه خود آب به من بده، گلوم گرفته. دوران فضا شروع شد و ما 7-9-8-9 تلسکوپ های مختلف که در بندهای مختلف الکترومغناطیسی اینا رو به آسمون فرستادیم، به دور آسمون، و تونستیم عکسهایی از کائنات بگیریم تا اونجایی که آخرین کهکشانی که میتونستیم ببینیم. دیدیم که این 13.7 میلیارد سال این کائنات طول داره، عمر داره. ولی در همون اوائلی که هابل این گسترش کائنات نشون داد، وقتی شما این کهکشان رو میبینید همه دارن از ما دور میشن، یعنی چه؟ مرسی، عکس اولیه بزن. یعنی کائنات در حال گسترشه، اینا همه دارن از هم دیگه دور میشن. این عکس که اینجا الان دارید میبینید، این هفته پیش هم نشون دادم، این عکسی است از کائنات. این یک چیز پینتینگ، این البته این اکسس هوریزونتال، محور افقی این زمانه. طرف دست راست نگاه بکنید، اون سمای سیرکلی که اونجا هست و یک ساتلایت طلایی یا همچون چیزای اونجا هست، اون الانه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم وقت حالاست، ولی به طرف دست چپ هرچی که میرید، هرچی که بیشتر و بیشتر به طرف دست چپ میرید، اینجا مثل اینه که شما با آسمون دارید، با آسمون بالا، بالای آسمون رو دارید نگاه میکنید و دورتر و دورتر دارید میرید. عوض بخوام. بنابراین شما وقتی شب یا روز وقتی وای میشید به آسمون دارید نگاه میکنید، مثل اینه که شما طرف دست راست این عکس فرستادید نشسته و دارید به طرف دست چپ نگاه میکنید. تا 13.7 میلیارد سال که میرید تا آخر، تا اونجایی که یه بند سیاهی میبینید، سیاه رنگ، که بعدش هم یک عکس زرد رنگی وجود داره، اونجا دنیای مرئیه. حالا برگرد بیام، اونجا جاییست که
ما همه کهکشان ها و اینا رو میتونیم ببینیم. ناله ما این کهکشان ها و اینا رو میتونیم ببینیم. اندازه این طول این 13.3 یا 4 میلیارد سال نوریه، یعنی چه؟ یعنی 13.4 میلیارد سال طول کشیده تا اینی که این نور از طرف آخر بیاد و به ما برسه. ببینم این چی داره اون بالا؟ اوکی. ساینتیست ها بعد از کشف هابل معلوم شد و معلوم شد که همه این ستاره ها کهکشان ها دارن از ما دور میشن، این خیلی کار دیگه بود که یه کار ساده بود. اینا اومدن و نقشه کشیدن و همه این کهکشان ها رو ببینن از کجا اومده و میاد وقتی اومدن دیدن که همه اینها میان و به یک نقطه تموم میشن. وقتی میان و از یک نقطه شروع میکنن، این یعنی چه؟ یعنی کائنات یه اولی داشته که در یک نقطه بوده، یعنی همه اجرامی که در کائنات هستن از یک نقطه شروع شدن. بعدن آلبرت اینشتاین که اومد به علم فیزیک فرمول E=mc²، یعنی نشون داد که انرژی تبدیل به جرم میشه، اینو ارائه داد در سال 1917 بود گمونم، 17 یا 19 این فرمولو بیرون داد. نه E=mc² 1915 بود. این میدونی یعنی چه؟ یعنی جرم تبدیل میشه به انرژی و انرژی تبدیل میشه به جرم. اینه که وقتی که این ساینتیست ها دیدن که همه این اجرامی که تو کائنات هست، اون کهکشان ها این همه اجرام هم دیگه، اجرام مختلفی هست که تو کائنات هستن، اینا وقتی همه میان در یک نقطه شروع میشن، این نشون میده که همه این اجرام در یک جا جمع شده بودن. یه سوال های اینجا خیلی پیش اومد. یه چیزی هم به تو بگم، در فیزیک و استرونومی وقتی یه سوال پیش بیاد و شما اون سوال رو میایید جواب بدید، 10 تا سوال دیگه همیشه پیش میاد. این اکسپریانسی که من خودم داشتم و در همه ساینس رو شما وقتی نگاه کنید میبینید، وقتی که یک سوالی پیش آمده و ما رفتیم این سوال رو جوابشو بدیم، 2 تا 3 تا سوال دیگه همیشه پیش اومده. این گسترش کائنات هم همین بود. خب ما بنابراین میدونیم بیایم این کائنات رو بگیریم، برگردیم بریم تا تقریبا 13.3 میلیارد سال نوری، یعنی چه؟ یعنی 13.3 میلیارد سال قبل همه این اجرام، اوکی، ما میتونستیم اونجاییست که ما میتونیم ببینیم. ولی از 13.3 وقتی ما نورش رو میتونیم ببینیم، یعنی چه؟ اگه جایی که نور نباشه و ما نبینیم، البته دیگه دلیل نمیشه که کائناتی وجود نداشته باشه. ما میدونستیم که این نور از کجا، این نورا از کجا با وجود با. این نورا نورایی بودن که اولین ستاره شروع کردن به درخشیدن و بعد این اتم شتاب ها درست شد و داخل اتم شتاب ها ما معلوم کردیم که چجوری جرم تبدیل به انرژی میشه و انرژی چجوری تبدیل به جرم میشه. اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که همه اینها تقریبا 300 تا 400 هزار سال طول کشید تا اینی که همه این اجرامی که کائنات و مجموعی که کائنات رو درست کردن، اینها همه شروع کردن به، اینا همه هیدروژن بودن و هیدروژن شروع کرد به یک چیز، یک ترکیب اتمی و هیدروژن تبدیل چیز انرژی شروع شد تبدیل بشه به جرم و
این اجرام هم در 4 تا نیرو هست که این نیرو هستن که کلیه این پروسس رو کنترل میکنن. حالا در قانون فیزیک خوب گوش کنید، اینو هفته پیش نگفتم، گذاشتم برای امروز، چون این قانونی هست که درست روی خدا انگوش میگذاره، یعنی انگوش میذاره به اینکه از کجا اینا شروع شده. یه قانونی در فیزیک هست بهش میگن کازالیتی، یعنی علت و معلول، که میگه هر پدیده یه معلولیه و برای هر معلولی ما یک علتی داریم. مثلا همه ما که اینجا نشستیم هم یه معلولی هستیم. علتش چی بوده؟ علت اینه که ما اینجا وجود داریم، این اتم هاییست که تو بدنمونه. حالا من خیلی به سادگی دارم اینو میگم، در 15 تا استپ این وسط هست. من همه اینا رو امروز سکیپ بکنم، میرم فقط به اینی که به اتم های بدنمون شروع میکنم و اون چیزی که در آسمان هست، این چیزی که در کائنات هست، اینا همه از اتم تشکیل شدن. خب اتم هم خودش یه معلوله. علت اتم ها چی بودن؟ علت اتم ها اون اجرام خورده هستن که یه اتم رو تشکیل میدن، الکترون یا پروتون. علت پروتون ها چی هستن؟ علت پروتون ها این گلوان اون اجرام کوچکتری هستن که خود پروتون رو تشکیل دادن. اونا رو معلول حساب میکنید، میایید علت این چی میشه؟ علت این ها یک انرژیه بزرگی بوده که در یک نقطه وجود داشته و این انرژی تبدیل شده به جرم در یک زمانی. چه چیزی اینا رو کنترل کرده؟ 4 تا نیروس. همه این دنیایی که شما دارید میبینید از کهکشان ها که دارن دور هم دیگه میرن، خورشید و ما که داره به دور زمین میره، این الکترون ها که دارن به دور پروتون ها و اینا تو هر یکی از اتم های بدن ما دارن میگردن، هر چیزی که شما در دنیا ببینید تحت کنترل 4 تا نیروست، فقط و فقط 4 تا نیرو. یه نیروی دیگه هم هست، اون فقط در کائنات کار میکنه. اونو 23 سال کشفش کردن و هنوز نمیدونیم از کجا اومده. یه چی به اون میگن نیروی دارک انرژی. اون یه بحث دیگه یه که موقعی که درباره گسترش کائنات صحبت بکنیم اونو بعد به تو میگم. اون خودش یک داستان بی نظیر طول و تراز دیگه ای هست. ولی فعلا باید بدونید که 4 تا نیروه. اینا یکیش نیروی جاذبه است که همه اون میدونیم چیه. گردش همه ستاره ها و همه ستاره ها به دور کهکشان ها و کهکشان ها به دور هم دیگه و سیارات به دور ستاره ها و ماه ها به دور سیارات، همه اینها نیروی جاذبه اینها رو کنترل میکنه. اوکی؟ بعدش نیروی الکترومغناطیسیه که نیروی الکترومغناطیسی این چیز الکترومغناطیسی رو کنترل میکنه. و بعدش نیروی ضعیف و نیروی قویه. نیروی ضعیف رادیشن رو کنترل میکنه. همه چیز از بین میره، همه چیز تو این دنیا بالاخره از بین میره، هیچی نمیمونه. حتی اتم هم از بین میرن، ولی از بین میرن که هیچ وقت نمیمیرن که. اون انرژی که داشتن که از بین نمیره. چرا؟ چون تو دنیای قانون دیگه هست که انرژی هیچ‌وقت از بین نمیره، جرم هم هیچ‌وقت از بین نمیره. اوکی؟ اینا میتونن تبدیل به همدیگه بشن. جرم میتونه تبدیل به انرژی بشه، انرژی هم میتونه تبدیل به جرم بشه. اندازش هم درست معلومه چیه. پروپورشنش سی سکوئر، سرعت نور به توان 2. و تو بعضی از این تو خیلی از این چیزهای اتمی، ریاکشن‌های اتمی که شما می‌بینید، وقتی می‌بینن جرمی داره تبدیل به انرژی میشه یا انرژی داره تبدیل به جرم میشه و می‌بینن این دو تا با هم دیگه
اندازشون با هم دیگه نیست، اون موقع است که میان و میرن و ساینتیست ها چیزهایی رو درست میکنن، ذره هایی رو اختراع که نمی کنن، کشف میکنن که مثلا نیوترینو یکی از این هاست که یکی از این چیزهایی که در کائنات وجود داره، یکی از این پدیده‌های خیلی مهمی است. هر موقعی که یه ریاکشن اتمی میشه و انرژی زیادی به وجود میاد اونجا، این چیزها، این نیوترینو این فرق داره، این نیوترینو ها مقدار زیادی این انرژی، این ریاکشن رو با خودشون حمل میکنن و میان بیرون و میرن به فضا. در زمان بیگ بنگ هم همین جوری بود. موقعی که اون نقطه‌ای که از انرژی درست شده بود، نقطه‌ای که فقط و فقط انرژی بود، این شروع کرد به تبدیل شدن به جرم، مقدار زیادی از اون انرژی جرم نشد، در عوضش رفت توی این نیوترینوها و از اون موقع تا به حال همینجوری که کائنات داره گسترش پیدا میکنه، همینجوری که داره بزرگ میشه، در داخل این نیوترینوها مرتب دارن به وجود میان. خورشید مرتب نیوترینو به وجود میاره، هر موقعی که شما نوری از خورشید میبینید مقدار زیادی نیوترینو اومده. الان که من و شما اینجا نشستیم، میدونید 3-4 بیلیون از این نیوترینوها دارن میان، از بدن ما دارن رد کوچیک هستن که اینا از فضای میون پروتون و الکترون هایی که تو بدن ما هستن، از این فضا دارن رد میشن بدون اینی که یکی از این اتم ها تصادم بکنن. این نیوترینوس. اوکی؟ و برای خاطر اینی که بتونیم واقعا در اون حتی یک دقیقه هم نمیشه گفت، یک ثانیه هم نمیشه گفت، الان من نشون دوندم چجوری، در 3 دقیقه اول شروع کائنات اتفاقاتی که در اون 3 دقیقه افتاد بیشتر، بزرگتر و مهمتر بود تا این اتفاقاتی که از اون 3 دقیقه تو امروز که 13.7 میلیارد سال ازش میگذره بوده. این همه کهکشان به وجود اومده، این همه خورشید به وجود اومده، این همه سیارات اومده، اینا هیچ کدومشون به مهمی اون اتفاقاتی که در 3 دقیقه اول به وجود اومد نیست. یک ساینتیست آمریکایی به اسم واینبرگ یک کتاب نوشته، اسمش از The First 3 Minutes، یکی از این اولین کتابایی بود که من خوندم تو مدرسه و باگل مای مایند که اون که در این 3 دقیقه اول چه اتفاقاتی افتاده. حالا امروز من میخوام براتون بگم که در 10^35 ثانیه، 10^35 میدونید یعنی چه؟ یعنی شما 1 ثانیه رو بگیرید تقسیم بر 1 بکنید، اوکی؟ 35 تا 0 کلوش بذارید و 10^43 ثانیه، یعنی 1 بگیرید تقسیم بر 1 بکنید 43 تا 0 کلوش بذارید، یا 10^12 ثانیه 1 بذارید تقسیم بر 1 12 تا 0 کلوش بذارید. اینو میشه گفت 10^12 میشه 1 بیلیون تریلیون. با عرض معذرت بالاخره نادرخان کامپیوتر رو درست کردن. نادر عکس اولی، عکس نیروها رو بذار. ما الان میخوام بریم از 10^12 ثانیه میخوایم بریم بالا به اول زمان بیگ بنگ. در طی این مدت اتفاقاتی که افتاد این بود. ببینید پایین این برگ اون بچه‌هایی که الان تو ایران با هم دیگه میدونم کنفرانس گذاشتن، بعضی از بچه‌ها با هم دیگه میشینن و این برنامه رو با هم دیگه میبینن و بعداً با هم دیگه دیسکاسش میکنن. این عکس رو اگه ندارید
یا نمیدونید اونجا کپی کنید به من ایمیل بکنید و من این عکسو براتون ایمیل میکنم که اینو داشته باشید. این عکس شما اگه در فکرتون بذارید، در مغزتون بدونید اینو جا بدید و همه چیزهای مختلفی که روی این عکس نشون داده شده شما اینو بتونید یاد بگیرید، آفرینش کائنات رو یاد گرفتید. ببینید پایین این چهار تا نیروهایی است که همه کائنات رو کنترل میکنن و اینها باعث این شدن که کائنات به صورت امروز در بیاد. این چهار نیروها، نیروی قویه طرف دست راست، بعدش نیروی ضعیفه، بعدش نیروی الکترومغناطیسیه، بعدش نیروی جاذبه است. شما اگه بیایید بالا و بالا تقریبا وسط این عکس به 10^12 ms اوکی؟ و این موقعی است که برم درجه حرارت ببینم چقدر بوده. 10^15 ms بوده درجه حرارت دنیا، 10^12 ms 10^12 اونم یعنی 1.12 زیر روش همچون چیزهایی 10^15 اوکی درجه حرارت بوده. در اون موقع نیروی ضعیف و نیروی الکترومغناطیسی این دوتا با همدیگه توأم بودن و یک نیرو شدن. یعنی در اون موقع این دوتا نیرو به وجود آمدن. یعنی کائنات واقعاً در 10^12 ms بعد از بیگ بنگ شروع شد به اینی که به وجود بیاد و بتونه که به صورت امروز در بیاد. حالا میرین این نیرو به اسمش بود نیروی برقی ضعیف. ما اینو میدونیم وجود داره. میدونید چرا؟ چون تو این اتم شتابهایی که زیر زمین هست اون پارتیکلی که این نیروی برقی ضعیف رو حمل میکنه با خودش بهش میگن زی پارتیکل. اونو ما کشف کردیم و اون کسی که اینو کشف کرد، این نیرو رو کشف کرد، یه جایزه نوبل گرفت. این اولین جایزه نوبلی بود که در این مورد داده شد. حالا نیروی برقی ضعیف رو بگیرید برید بالا، یه خطی میبینید اونجا، یک بهش میگه دوران تورم. حالا برگرد بیه سر من. این دوران تورم هم یک دوران خیلی مهمیه. اینو یک ساینتیست آمریکایی که در MIT اتفاقا کار میکنه اینو ایشون ارائه داده و میگه یک دورانی بود در به میگن دوران تورم از 10^35 تا 10^27 اوکی؟ 10^35 این کائنات یک دفعه شروع کرد به بزرگ شدن. حالا مثل معمولی مثل حالا و اینا که بزرگ نمیشه، در یک زمان به این کوچکی کائنات به اندازه یه دونه اتم اومد شد به اندازه یه دونه تقریبا پرتقال، به این بزرگی شد، یعنی دیگه به وجود آمد. اوکی؟ به این میگن دوران تورم. حالا خیلی از پدیده‌های فیزیکی که ما الان در علم فیزیک می‌بینیم و اینا می‌بینیم همه اینها در این دوران تورم به وجود آمدن. من دارم زمان‌های مختلفی رو به طور خلاصه براتون میگم که پدیده‌های فیزیکی و اینا به وجود آمدن. اوکی؟ حالا برگرد دوباره سر عکس اول. این دوران تورم یکی از مهمترین دوران هایی هست که در این اول نه عکس نیروها رو بذار نادر اینو بذار باری کردم که این دوران تورم یکی از مهمترین دورانی است که در این زمان خیلی کوچیک آفرینش کائنات به وجود داشت. حالا بیایید ببینید نیروی برقی ضعیف و نیروی قوی این دو تا هم در بالا با هم دیگه یکی بودن در 10^12 چیه اونجا منهای 35^1 آره 10^12 ms اوکی. این دو تا نیرو هم با هم دیگه توأم بودن. یک نیروی بود به اسم نیروی برقی هسته‌ای، یعنی
این دوتا نیرویی که میبینید فعلا فقط دوتا نیرو بود. حالا بر میگردید میرید در 10^43 ثانیه این دوتا نیرو با همدیگه یکی میشن و نیروی منفرد رو تشکیل میدن. حالا 10^43 ثانیه اونم خودش یک چیز برای خودش خیلی مهمه. حالا برگرد بیا رو من نادرخان. 10^43 این معنیش چیه؟ 1/43 جلوش بذارید نمیدونم تریلیون 1 ثانیه واقعا زمانه به اون کوچیکی بود. این زمان خیلی مهمه در علم کیهانشناسی و در علم فیزیک به این میگن پلانک تایم. و اگه پلانک تایم داریم یعنی زمان پلانک داریم باید یک فاصله پلانک هم داشته باشیم. و این فاصله چیه؟ این فاصله است که نور، خوب گوش بکنید بچه ها، که نور در این زمان، در زمان 10^43 ثانیه نور میتونه اینو مسافرت بکنه. این میشه 10^32 ثانیه یه همچون چیزهایی نمیتونید محاسبه کنید، خودتون ببینید. سیگنیفیکنس این چیه؟ سیگنیفیکنس اینه که زمان صفر وجود نداشته. هیچ وقت از نقطه نظر علم شما نمیتونید بگید یک موقعی زمان صفر بوده. بنابراین دیگه سوال نکنید از اینی که قبل از بیگ بنگ چی بوده. هیچ چی نبوده، چیزی نمیدونیم، چیزی نمیتونه نبوده، چیزی وجود نداشته، نه کائنات دیگه ای وجود داشته، نه هیچ چی نمیدونه. زمان از 10^43 ثانیه شروع شد. هیچ زمانی میون صفر و 10^43 وجود نداشته و امروز هم وجود نداره. زمانی که الان داره میگذره برای ما همچنین سمود نمیگذره، چون اگه خیلی سمود بگذره یعنی باید از 10^ نمره خیلی بزرگ بره به 10^ همون نمره به اضافه 1. اینجوری نیست. زمان و بنابراین فضا اینها به صورت یک پله هستن، پله پله هستن، اینها جامپ میکنن. زمان 10^43 ثانیه به وجود میاد، بعد زمان دوم میشه 10^43 بعدی 10^43 بعدی همه اینجوری تا امروز که 13.7 میلیارد سال زمان گذشته همش زمان اینجوری اینجوری پریده. فضا هم که داره به وجود اومده و الان داره به وجود میاد در اثر این گسترش کائنات، این فضا هم به صورت پله 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 10^32 سانتیمتر این میپره میپره به وجود میاد تا اینی که مثلا به این سرعتی که الان فضا داره گسترش پیدا میکنه که نزدیک سرعت نوره. اوکی؟ این حالا برگرد به دوباره عکس اول، دوباره برگرد به عکس نیرو. اوکی، روی این عکس اگه نگاه بکنید کامپیوتر کراش کرد. اوکی، میخوام یه خوب کامپیوتر کراش کرد، معذرت میخوام، بازم از طرف آقای اوماین هم معذرت میخوام. شما اگه یادتون باشه اون عکس نیروار که بهتون اون نقطه رو که اون موقعی که نور منفرد شروع شد اون نقطه رو اگر نگاه بکنید، اوکی، بنابراین اون آف اول کائنات بود، موقعی بود که کائنات به وجود اومد. بنابراین ما چه کار کردیم در عرض این یه ساعتی که تا به حال من زر زدم؟ اومدم دست شما رو گرفتم، رفتیم عقب عقب عقب، این دنیا چجوری بوده، چجوری به وجود اومده، به کجا اومده، تا زمانی به اون کوچیکی من دست شما رو گرفتم و بردم و گفتم که چطور شد که این نیروها هستن که کائنات رو به وجود آوردن. اینا همشون معلول های مختلف بودن. من بهتون گفتم علتشون چی بود؟ علت نیروی قوی و نیروی ضعیف و نیروی الکترومغناطیسی علتش چی بود؟ علتشون نیروی
الکترو ضعیف بود، الکترو ویک بود. نیروی قوی چی بود؟ علتش اون نیروی قوی برقی هسته‌ای بود. و نیروی جاذبه چی؟ علتش اون نیروی منفرد بود. اگر اینها هستن که این چهار تا نیرو هستن و نیروی منفرد هست، چهار تا نیرو برمیگرده میاد میشه یه نیرو. این نیروی منفرد بود که کائنات رو به وجود آورد. خب اینم خودش معلوله دیگه، علت اون چی بود؟ علت اون رو نمیدونیم. به اون میگیم علت اول. در علم، دارم علم رو براتون میگم. بنابراین اگر علت اوله، شما باید بیایید برید علت اول رو بگید این آفریدگاره، اون چیزی که باعث شده که دنیا به وجود بیاد. به اون میگیم آفریدگار. علم به اون میگه آفریدگار، نه خداها. الان میخوام بهتون بگم تفاوت آفریدگار و خدا چیه. خوب گوش کنید. این قانون علت و معلول در فیزیک یک پرینسیپال بی اندازه مهمیه که ثابت شده و یه چیزی رو دیگه هم میگه. خوب گوش کنید. اون میگه که علت هیچ وقت نمیدونه بیاد جز معلول بشه. علت هیچ بعد از اینی که معلول رو به وجود آورد، علت دیگه هیچ کاری به کار معلول نداره، نمیدونه هیچ اثری روی اون بذاره. خب این خیلی ساده است. از دو تا نظر ما که داریم پی این میگردیم که این آفریدگاری که درست کرده، خب نیروی منفرد آفریدگار رو درست کرده، ولی طبق قانون علت و معلول این نیروی منفرد دیگه وجود نداره، دیگه نمیدونه هیچ اثری روی این نیروهای دیگه بذاره. اومده اون یکی دوتا بودن، بعدن شدن چهار تا. این چهار تا که الان دارن در همه دنیا اینا دارن میان و میرن و در همه من و شما که الان اینجا نشستیم، هر چهار تای این نیرو رو ما داره اثر میذاره و ما رو قادر کرده به اینی که من اینجا بشینم، شما منو ببینید، اوکی، من صحبت کنم، شما هم گوش بکنید و هوا هم باشه که ما بتونیم نفس بکشیم. همه اینها و باعث میشه که اینو من ول کنم این بیاد پایین، باعث میشه که من اصلا بتونم روی این زمینه، روی این صندلی بدونم بشینم. این نیروی جاذبه است که من روی این صندلی نگارشه. اگر نیروی جاذبه نبود من تو آسمون میرفتم فلوت میشدم، مثل این استروناتایی که تو چیز هستن، تو این ساتلایت ها و اینا هستن. بنابراین علت اول نمیتونه جزء معلول باشه. اون یعنی چه؟ حالا بیان با دینیا میخوام حرف بزنم. این یعنی آخدای شما هیچ کاری، هیچ بلایی سر من نمیتونه در بیاره، هیچ کاری تو این دنیا دیگه نمیتونه بکنه. این از نقطه نظر علم من دارم بهتون میگم. حالا علم یه چیزیست که ما میتونیم ثابت بکنیم و علما هر چیز علمی که ما میگیم میتونیم بریم بیرون براتون ثابت بکنیم. اینا این خیلی بیشتر از اون چیزیست که شما دینی ها میتونید بکنید. شما یکی از حرفایی که دارید میزنید نمیتونید بیاید به من ثابت بکنید که وجود داشته یا بوده. شما فقط میگید من اینا رو دارم میگم، تو هم باور کن و الا تو مفسد فل ارض هستی و میدیم بیرون بکشنت. این شما بیننده ها باید خودتون، نغزتون، فکرتون رو باید قاضی بکنید، ببینید کدوم ما داریم حرف حسابی میزنیم. من که دارم از روی علم با شما صحبت میکنم، یا اون مذهبیه که میاد به شما میگه آقا من دارم به تو میگم تو باید ایمان داشته باشی و باور کنی و الا تو مفسد فی الارضی و به درد نمیخوری دیگه، تموم شد و رفت. اوکی، برو و آیسیس رو بیار و لا اله الا الله. شما باید ببینید کدوم این دوتا به عقلتون میشینه، کدوم این دوتا به فکرتون میشینه. البته اگر راستی راستی از خدا دارید میترسید، خیلی میترسید، میگید وای من اگه حرف ویکتوری رو گوش بکنم خدا سر من عصبانی میشه، مثل اینکه همه شما وقت که من تو خیابون و رستوران اینو میبینید و میگید ویکتوری چرا این حرفا رو میزنی، از خدا نمیترسی؟ من دارم این حرفا رو میزنم که ترس شما رو از خدا بندازم. نمیدونم که خود من از خدا بترسم که، اگر اومدم ترس شما رو از خدا میخوام بندازم. بنابراین
آفریدگاری وجود نداره. آفریدگاری وجود داره که این دنیا رو درست کرده، ولی اون آفریدگارم هنوز ما داریم اونو توجیه میکنیم. چرا؟ داریم میگیم میدونی که چی؟ علت اولو تو فیزیک ما بهش میگیم آفریدگار، چون ما نمیدونیم علت او علت اول چی بوده. حالا خیلی هستن میان بازم از من میپرسن میگن که خب این آفریدگار شما رو از کجا اومده؟ جوابش خیلی ساده است. بعد حسابی آفریدگار اگر جایی اومده بود، آفریدگار علت اوله. علت اول که نمیدونه معلول باشه خودش، که علت اول اگه معلول بود خب اونم یه آفریده بود، آفریدگار داشت. اگه آفریدگار باشه که دیگه نمیدونه آفریدگار داشته باشه، که با دفینیشن آفریدگاره که این کائنات و این همه دم دستگاه و اینها رو به وجود آورده. و من الان امروز بهتون گفتم و نشونتون دادم که چه طولهایی، چه ابزارهایی در دست این کائنات گذاشته از روز اول، این علت اول گذاشته که تونسته که اتوماتیک همه اینا اتوماتیک به وجود اومده به اینجا رسید. البته مقدار زیادی داخل این همه پدیده و مقدار زیادی شانس وجود داره. اینا شانسیه که کدوم سیاره کجا میره یا کدوم اینه، ولی هنوز نظم داره، هنوز شانسی نظمی باید بهش گفت، هنوز خیلی نظم داره این کائناتی که ما داریم. و خلاصه بهتون بگم این علم کیهان شناسی ها، علم ستاره شناسی، وقتی خوب برید یاد بگیرید، خوب برید همه اینا رو بخونید، یه چیزی هم نیست که توی یه مقاله یا یه کتاب بدونید بخونید. چون هر این کتابای من وقتی بگیرید بخونید، هر یکیشی که بخونید، اینا یک مقداری از سوالهای شما رو میتونه جواب بده. اگه هر چهارتاشو بخونید هنوز همه جواباتون رو نمیتونه بده، چون که من همه اینا که علم کیهان شناسی که تو این پنج تا کتابای من نیست که، حالا یکیش که فقط راجع به دین و علمه. این کتابای خدا دین علم اگه بخونید، نرفایی که من این سه چهار هفته دارم به تو میزنم اینا رو خوب درک میکنید، خیلی خوب میتونید بفهمید که تفاوت خدا و تفاوت آفریدگار چیه. بنابراین وقتی میایید به من تو خیابون بازم میبینید یا رستوران میگید آقای ویکتوری خدا هست یا نه، خدا وجود داره یا نه، اولین سوال من اینه که خب خدا، شما به چی میگی خدا؟ بازم وقت داریم؟ داریم؟ اوکی. این تکلیف خدا و تکلیف آفریدگار و تکلیف علت اول و آفرینش کائنات. حالا یک سوال اینجا به وجود میاد که توی این مقاله من گذاشتم، مقاله شماره 16 کتاب اسرار کائنات بخش دو که من دارم دربارش با تون صحبت میکنم، اینی و اون اینه که آقا روح چیه؟ آیا ما روح داریم یا نه؟ این روح هم یه چیزیست که این هم مغز بشر رو همیشه گرفته. این از روزی روح ما روح رو برای خودمون اختراع کردیم که ما میدونستیم که هر چوری بشه میمیریم و از ترس و از مرگ ترس داشتیم و بنابراین اومدیم به یک اِوولوشن، یک جینی تو بدن ما گذاشت که این جین رو ما رو باور کرد به اینی که یک دنیای دیگه هست و وقتی ما میمیریم میریم تو اون دنیای دیگه. و از اونجایی که آتشا وقتی میدرخشن و اینا تو این قاره و اینا که این مردم دورش نشسته و این آتشا میرفت به آسمون، اینا میگفتن تو بدن ما هم یه چیزی هست به اسم روح که وقتی ما میمیریم این روح میره بالا. این اول و آخر روح از نقطه نظر دین و از نقطه نظر باور، حتی باور خیلی مردم هست. از نقطه نظر علم چیه؟ خانم و آقایون، روح یک نوع انرژیه. از نقطه نظر علم انرژی اون چیزیست که مثلا ماشین با کنج خیابون ماشین، من الان یه
مشت آهنپاره است اونجا افتاده. ولی وقتی که من برم انجینش رو روشن بکنم اوکی و بذارمش روی درایو، این ماشین شروع کنه به حرکت کردن. یه چیزی که تازه وایساده و شروع کنه به حرکت کردن یعنی چه؟ یعنی انرژی پیدا کرده. ما انرژی به این دادیم اوکی. بنابراین روح ماشین بنده چیه؟ اون موتورشو و در حقیقت اون گازی است که بنده رفتم اونجا پولدم ریختم توش و این گازی که داره میسوزه. گاز چیه؟ ما انرژیه اوکی. یه انرژی رو تبدیل کرده به یه انرژی دیگه اوکی. ما همه جای دنیا هر چیزی که شما نگاه بکنید اینها انرژی هست و انرژی‌های مختلف هم هستن. انرژی باعث میشه که یه چیزی که راکده حرکت بکنه، انرژی باعث میشه که یه چیزی که سرده داغ بشه. خب و و و و یکی از چیزهایی هم که باعث میشه که ما که زنده هستیم بتونیم راه بریم و فکر کنیم و همه کارهایی که میکنیم، یا حیوانا هم همینجور، چیه اینها؟ چیه؟ انرژیه اوکی. ما میخوایم بهش بگیم روح، بهش بگید روح. انرژی منطقه خود خاصیت انرژی رو ببینیم. یک خاصیت بزرگی که انرژی داره اینه که انرژی میدونه انواع و اقسام مختلفه. این انرژی میدونه از یک نوع انرژی تبدیل بشه به یک انرژی دیگه. این نوری که الان داره از این چراغ میاد به من داره میخوره، این نور انرژی چی بوده؟ هیدرولیک انرژی بوده. باور بکنید یا نه، انرژی خورشید بوده. چرا؟ انرژی خورشید رفته رو اقیانوس اطلس. اینجا این اقیانوس، اینجا اقیانوس که اینجا هست اوکی. اطلس نه، اطلس اتلانتیکه، اقیانوس آرام اوکی. آبا رو بخار کرده. این آبا رفتن آسمون ابر شدن. همه اینا در اثر انرژی ها، انرژی که آب رو بخار میکنه، انرژی که بخار رو ابر میکنه. ابر میاد بالای نوهدا و اینجا و اینا شروع میشه به بارون اوکی. انرژی ها بارون میاد میره پشت هوور دم نزدیک لاس وگاس، بعدن به میان هیدرولیک انرژی این میاد میره توی این چیزایی که اونجا هست، این جنراتورایی که اونجا هست و مکانیکال انرژی و تبدیل میشه به الکتریکال انرژی. این الکتریکال انرژی میاد اینجا به بنده نور میده. هر انرژی که شما هر جایی ببینید، هر چیزی ببینید، این یک انرژی دیگه ای بوده که تبدیل به انرژی، به این انرژی شده. و انرژی هم هیچ وقت از بین نمیره، ولی میتونه تبدیل بشه. حالا من نمیدونم که چیه. آیا این انرژی به خصوص، یعنی علم نتونسته سر در بیاره از اینی که این انرژی که بذار بهم چقدره؟ اوکی. چقدر؟ یه دقیقه. اوکی. که این انرژی که مقدور میکنه بدن منو که فکر کنه و راه بره و اینو، و وقتی هم که بمیرم یه دفعه تلقی میفتم، هیچ کار دیگه ای نمیدونم بکنم، نه فکر میدونم بکنم، نه ببینم، نه هیچی یه تیکه گوشتم اونجا افتادم، تموم شده، یه مش اتم هستم اونجا افتادم. اوکی. علم نتونسته این نوع انرژی رو هنوز سرتاشو در بیاره و ببینه و بفهمه چیه. بنابراین خانم و آقایون، اگر چنانچه روحی وجود داشته باشه، به نظر شخص من این یک نوع انرژی، ما باید صبر کنیم ببینیم در آتش شاید بتونن پیدا کنن که این انرژی چی بوده چی نبوده. من شخصی که اصلا باور نمی‌کنم به اینی که یه روحی باشه، یه چیزی باشه که بدن من میاد بیرون میره تو آسمون برای من بیاد بره، نمیدونم سفره باز کنید و نمیدونم سفره بدین و هفت بگیرید و سال بگیرید و این و اون و این و اون چی. اینم از نقطه نظر علم. خب این برنامه دیگه تموم شد. در از برنامه خدا دین علم گفتم در بخش دوم اسرار کائنات، میدونید مقاله 16 هم، اینو بخونید. در کتاب پدیده های فضایی در چپتر اولش میتونید اینو درباره این سوژه بخونید و البته درباره همه سوژه خدا دین و علم و اینو در کتاب خدا دین علم میتونید ببینید. هر ستا این کتاب ها هم الان آقای امایون به بنده گفتن امروز که هر ستا این کتاب ها الان در چیز وجود داره، در کانال یک وجود داره، میتونید تلفن کنید و از ایشون تهیه بکنید.
میریم تا هفته دیگه. اگه سوژه دارید شما برای بچه ها تو ایرون، اگه سوژه به خصوصی دارید که میخواید هفته دیگه از شروع کنم درباره اون صحبت کردن، صحبت میکنم و الا من میرم به چپتر بعدی کتاب اثر کنم. باشه.